أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه شکرگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه عزیزان شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. ضمن تبریک ایام خجسته عید سعید فطر که در سومین روز عید قرار داریم، در خطبه اول موضوع صحبت و سخنم صفات عباد الرحمن در قرآن عظیم الشأن است، و در خطبه دوم موضوعاتی را که در ادامه ماه مبارک رمضان به عنوان سرمایه زندگی و رشد و پیشرفت و تعالی و ترقی باید بهره ببریم، با مسائل روز و نکاتی که در نماز جمعه وظیفه ایجاب میکنه با اونها بپردازیم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ماه رمضان تمام شد، دوره ویژه و استثنایی بود، عده‌ای با قرآن رابطه بیشتر برقرار کردند، از معارف قرآن، از ارتباط با دعا و از آشنایی با سحرها و لحظات و آنات و فرصتهایی که استفاده کردن بهره ها گرفتن و در حقیقت خودشان را به سمت عباد الرحمن شدن نزدیک کردن، و یا هم شاید با استفاده از این فرصت استثنایی جزو عباد الرحمن شده باشند. نکته مهمی که باید عرض بکنم، این بازه زمانی یا همین فرصتی را که پشت سر گذاشتیم در تربیت ما و در تقویت ما و در مسیر حرکت ما بسیار مهم و سرنوشت ساز است. نکته مهم این است که در این عبارت، کلمه عباد که جمع عبد است و رحمان اضافه شده، عباد الرحمن کیست و چه شرایطی دارد و چگونه می توانیم از عباد الرحمن شویم؟ در اصطلاح ادبی این عبارت را میگویند
مضاف و مضاف الی، عباد اضافه شده به رحمان و در این اضافه یک حکمتی است، یک نکته است. اصطلاحاً این اضافه را اضافه تشریفی میگویند. به عبارت دیگر از اضافه شدن عباد به الرحمن، عباد از رحمان که معبود همه ما هست، یک شرافتی، یک احترامی و یک حرمتی را به دست می آورد. در جای جای قرآن این عبارت و این روش استفاده شده. گاهی اضافه می شود به الله، گاهی اضافه می شود به رحمان، عباد الله. شیطان وقتی اعلان می کند که من همه انسانها را گمراه می کنم، اعتراف می کنه الا عبادک المخلصین، بنده های مخلص خدا را نمی توانم بیراه ببرم. گاهی اضافه می شود به یای متکلم، و اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الدائی اذا دعانی. عبادی یعنی بنده من. در اینجا هم اضافه عباد به الرحمن اضافه تشریعی است. گاهی در قرآن یک بخش از صفات را مطرح میکنه، به عبارت دیگر صفات کنار هم، صفات متراد در ادامه هم که تعبیر کردن به صفات خوشه‌ای در قرآن. یکی از شیوه های قرآن امین است که مجموعه از صفات مطلوب و ارزشی را پشت سر هم مطرح میکنه تا انسانها خودشان را به این صفات متصف کنند و برسانند و نتیجه این صفات را که سعادت و فلاح و رستگاری است خدا به اونا عنایت کنه. در سوره مبارکه بقره زیاد تلاوت کردین، شنیدین، ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب که شک درش نیست، هدن للمتقین، صفت اول همون تقواست، الذين يؤمنون بالغيب، صفت دوم ایمان به غیب است، و يقيمون الصلاة، نماز را برپا می دارن، و مما رزقناهم ينفقون، از اونچه که خدا با اونا عنایت کرده انفاق می کنن، والذين يؤمنون بما انزل اليك، اونچه که به پیغمبر نازل شده با اونا ایمان دارن، و ما انزل من قبلك و بالآخرة هم يوقنون، یقین و باور به قیامت دارن. بعد از شش صفت، صفات خوشه‌ای، بعد قرآن می فرماید اولئک هم المفلحون، اینها رستگارانن. یکی از موضوعاتی که در قرآن به اون توجه شده است صفات عباد الرحمن است. با این مقدمه این آیه را عرض میکنم و صفات عباد الرحمن را با هم انشاءالله پی میگیریم. و عباد الرحمن، بندگان رحمان کیان؟ الذین یمشون علی الارض هونا. اولین صفت عباد الرحمن این است که اینها در زمین فروتنانه حرکت میکنند. دو کلمه اینجا وجود داره، یک کلمه هونن یا همون عبارت معروف هون به معنای فروتنی، به معنای مدارا، به معنای نرمخویی، وقار، آرامش. شاید همه این نکات را که عرض کردم در آیه‌ای که عباد الرحمن را معرفی میکنه مورد نظر باشه. اگر قرار است عباد الرحمن بشیم باید اینها را دنبال بکنیم. امام هشتم علی ابن موسی علی
علیه آلاف و تحییت و ثنا با افراد و با همکاران و خلاصه ارادتمندانشان دور سفره با هم نشسته بودن، غذا میخوردن، عده‌ای با آقا وارد شدن، گفتن آقا خوب بود که سفره شما و اینها از هم جدا می بود. امام هشتم علیه السلام فرمودن پدر مشترک ما حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام، یکی مادر ما هم حضرت حوا، یکی بر این اساس پاداش کردار و رفتار ما یکی خواهد بود. دیگه امتیاز دادن معنا ندارد. عباد الرحمن کسانی هستند که در زندگی با متانت حرکت میکنند، نه فقط در قدم زدن. فکرشان، مدیریتشان، شیوه و منش و روششان با وقار است، با عظمت است. اختصاص به زمان معصوم نداره. در حالات مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه نقل کردن، وقتی به قم تشریف آوردن، مرجعیت را به عهده گرفتن، شخصی به ایشان تندی کرد و ناروا گفت. مرحوم آیت الله بروجردی هیچ واکنش نشان نداد. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الهون علی الارض هونا، خیلی آرام حرکت میکرد. اون آقایی که نسبت ناروا داده بود پشیمان شد، متوجه اشتباه خودش شد، با آقا پیشنهاد کرد که از آقا وقت بگیرین، من به زیارتش میایم. مرحوم آیت الله بروجردی فرمودن از ایشان وقت بگیرین، من به دیدنش میروم. هم بی احترامی شده بود، هم از کسی که بی احترامی کرده بود وقت گرفت. اولین صفت عباد الرحمن این است که حرکتشان با وقاره، با آرامشه، با برنامه است. دوم، یمشونه. گرچه مش به معنای راه رفتن است، قدم برداشتن است، اما تنها مراد حرکت با پا و حرکت فیزیکی نیست، حرکت در زندگی، فکر، مسیر، نحوه و در واقع کیفیت زندگی را برای عباد الرحمن در اینجا خداوند بیان میکنه. پیامبر فرمود الا اخبرکم بمن یحرم علیه النار غدا، میخواین به شما گزارش بدم فردا آتش به که حرام است؟ آتش جهنم نمیتواند که را بسوزاند و اذیت کند؟ گفتن کی یا رسول الله؟ در ادامه فرمود الهین القریب اللین السهیل، کسی که به خود و دیگران سخت نمیگیرد. المؤمن لین، مؤمن خیلی بردباره، خیلی نرمه، خیلی باوقاره، دیگران را به زحمت نمی اندازد، اهل تکلف نیست. تکلف یعنی خلاف واقعیت، خودش جلوه بده. حضرت فرمود که مؤمن این گونه است. یکی از صفات عباد الرحمن این است که مسیر زندگیش این است، با خودش، با مرتبطینش، با مردم، با هدف و با متانت و با سهولت زندگی میکنه. نه تنها خودش ساده و آسان و آرام زندگی میکنه، وجودش برای دیگران باعث آرامش است، باعث اعتماد است، باعث تکیه گاه شدن و در واقع سپر شدن برای دیگران. جناب لقمان حکیم
به فرزندش نصیحت میکنه ولا تمشی فی الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وقصد من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. در همه بخشا آرامش رعایت بکن، در رفتار، در گفتار، در رابطه. پس دو صفت از صفات عباد الرحمن روشن شد. یکی با متانت حرکت میکنه، مشیش با تدبیر است، با هدف است. سومین صفت از صفات عباد الرحمن ادامه آیه والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، سوره مبارکه فرقان است. عباد الرحمن پاس از شب را بیدارند، اختصاصی به ماه رمضان نداره. ماه رمضان یک فرصت بود برای رسیدن، برای تربیت شدن. این سحر ماه رمضان مخصوص ماه رمضان نیست. اگر قرار است عباد الرحمن شویم، ادامه آیه می فرماید والذین یبیتون، دوستانی که مکه رفتن، در منا بیتوته میشه شب 11، 12، اونجا حاجی باید حضور داشته باشه. می فرماید والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، پاس از شب را در حال سجده و قیام اینها بیدارند. اما اللیل فصافون اقدامهم. آقا امیرالمومنین در خطبه متقین فرمود اینها پاس از شب را در حال عبادتند. این میتواند ما را به مسیر عباد الرحمن شدن قرار بدهد. سه نکته است در اینجا. یکی این که فضای شب فضای آرام است و الحق و الانصاف اگر کسی از این فضا استفاده نکنه ضرر میکنه. از این آرامش، از این انرژی، از این سرمایه کلان. نکته دوم این است که با فعل مضارع بیان کرده الذین یبیتون، همه سال برنامه‌شان این باشه. اگر هر شبی و هر هفته‌ای، هر ماهی که از این نعمت فاصله میگیره ضرر است، در واقع هدر رفتن سرمایه است. نکته سوم این است که این بیداری یبیتون لربهم مخلصانه است، یک رابطه است بین او و خدا. بعضی از بزرگان با تلاش و برنامه ریزی به این موقعیت ها رسیدن. مرحوم سید صدرالدین آملی در یکی از شبهای ماه رمضان وارد حرم امیرالمومنین شد و در گوشه مشغول خواندن دعای ابو حمزه سمالی شد. چه دعایی که نظیر نداره و معمولا در غیر از ماه رمضان ما توفیق خواندنش کم داریم. از ماه رمضان انشالله وصل بشویم به یک قرب بالاتر و بیشتر. در حالی که این جمله را میخواندن الهی لا تعذبنی بعقوبتک، واسه چنان حالت پیدا کردن که با خواندن اون جملات از هوش رفتن. علی کل حال ماه رمضان یک فرصت ویژه‌ای بود که امیدواریم نتیجه این ماه ما را به عباد الرحمن شدن برساند. ویژگی چهارم عباد الرحمن این است که اینها با این رابطه ها، با این برنامه ها از خداوند درخواست رهایی از عذاب جهنم را می کنند، از خشم پروردگار، از خلاصه عقاب الهی همیشه در هراسند و نگرانند. والذین
یبیتون لربهم سجدن و قیاما، شبها را بیتوته میکنن، بیدارن برای اون که از عذاب الهی در همان باشن. نکته بعدیش این است که اگر انسانهای جاهل با اینا برخورد کردن، با اینها صحبت کردن، به اینا به احترامی کردن، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، برخوردشان با جهال، با نادان، با انسانهایی که شخصیت اینا را درک نمیکنه خیلی بزرگوارانه است. ما در اسلام دو نوع سلام داریم، سلام ورودی و سلامی که لحظه خداحافظی است. این سلامی که در معرفی عباد الرحمن در سوره مبارکه فرقان آیه 63 آمده، اون سلام لحظه خداحافظی است یا لحظه جدایی است، چرا که از قول حضرت خلیل در لحظه ودا با عمویشان که نصیحتهاش قبول نکرد نقل شده، سلام علیک سأستغفر لک، سلام بر تو، من برای تو طلب استغفار میکنم، در سوره مبارکه مریم. علی کل حال یکی از صفات عباد الرحمن این است که از بحث با جاهل پرهیز میکنه. یه نکته مهم، امروز ما خیلی نیاز به این مدیریت داریم. امام معصوم فرمودن حضرت باقر، الناس رجلان مؤمنون و جاهل، مردم کسانی که با شما رابطه دارن دو گروه هستن، مؤمن و جاهلن. فلا تؤذی المؤمن، مؤمن اذیت نکن، ولا تجهل الجاهل، با جاهلم برخورد نکن. با جاهل بحث کردن، ستیزه کردن نوع جهالت است. فتکون مثله، مثل جاهل میشه آدم. شما اگر دقت بکنین روزانه در زندگی ما شاهد این نمونه ها هستیم، کسانی که در مقابل جاهل بزرگوارانه و با این سلامی که در این آیه مطرح هست برخورد میکنن، برد با اونهاست. علی کل حال صفات خدمت شما عرض بشه که عباد الرحمن گفته شد، یکی از ویژگی های عباد الرحمن اعتدال در مصرف است. نه اهل اسرافند، نه اهل سختگیری هستند، حد میانه را میرن. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. بعضی وقتا خب مسائل زندگی افراد خیلی خلاصه لجام گسیخته حرکت میکنن، مصرف های کذایی باعث اذیت خودشان، اطرافیانشان، ما شاهدش بودیم. بعضی وقتا هم خیلی سختگیری ها وجود داره. نه، عباد الرحمن کسانی هستن که در هر دو خلاصه برنامه حد وسط رعایت میکنن. و نکته آخره در خطبه اول عرض بکنم و انشالله هممون تلاش بکنیم به این صفات برسیم. چگونه می توانیم به این مرحله برسیم و از عباد الرحمن بشویم؟ سه شرط امیرالمومنین برای رسیدن به این مقام مطرح کردن. یکیش اخلاص در عمله. قد اخلص لله فاستخلصه فهو من معادن دینه و اوتاد ارضه. چنان مخلص شده که خدا امیره به عنوان خلاصه مخلص پذیرفته. این شده از معادن دین خدا. هر کی با او ارتباط پیدا میکنه خدایی میشه، هر کی با او آشنا میشه متحول میشه. من اوتاد و اوتاد ارزه، این مثل یک خلاصه وسیله نگهدارنده در زمین شده. جامعه را نگه می‌داره، خانواده را نگه می‌داره، رفیق را نگه می‌داره، مردم را نگه می‌داره. اولین شرطش اینه که اخلاص داشته باشه. لذا
در احادیث داریم اخلاص رازی از رازهای خداست، به هر که دوست داره عنایت میکنه. دو، اهل عدالت. خیلی مدیر، خیلی جدی اقداماتش عدالتگرایانه است، مبارزه با هوای نفس داره، خودش رو مقید میکنه. قد الزم نفسه العدل فکان اول عدل نهی الهوى عن نفسه یصف الحق و یعمل به، و خودش جدی عدالت را اجرا میکنه، از حق صحبت میکنه و به حق عمل میکنه. دومین راه رسیدن به صفات الرحمن عدالت خواهی است و عمل به عدالت است. سوم، قرآن در همه حالات رهبرش و پیشوایش می باشد. علیکم بالقرآن فاتخذوه اماما و قائدا. آخرین معجزه الهی، کتاب هدایتگر و قانون زندگی برای سعادت بشر، این پیشوای اوست. قد امکن الکتاب من زمامه فهو قائده و امامه. این قرآن شده رهبرش، هر کاری میکنه، هر برنامه‌ای داره، رهبرش قرآن است. اگر به شخصی هم اعتماد میکنه، زندگی او را با قرآن مقایسه میکنه، و اون قرآنی که هدایتگر است، قرآن است که انسانها در زندگیشان به او قرآن در عمل نزدیکن. ما اگر معتقدیم ائمه معصومین قرآن ناطقن، بر همین اساسه. با این برنامه ها میتوانه انسان به مرحله عباد الرحمن شدن برسد. ماه رمضان فرصتی و خلاصه موقعیتی بود که به این مرحله نزدیک شویم، و انشاءالله در ادامه سال، ماهایی که به یک عبارت ماه رمضان آغاز سال بود، حداقل سال اخلاقی، انشاءالله به درجات عالیتر و عالیتر برسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. خطبه دوم از وظایف جایگاه نماز جمعه و دستندرکاران این برنامه این است که مسائل مهم و بنیادی و در واقع مؤثر در حرکت بزرگ اجتماعی را پیگیری بکنه. خب در سومین روز عید قرار داریم، عیدی که انشاءالله برای جامعه اسلامی، برای دولت و ملت افغانستان
با برکات هرچی بیشتر انشالله ادامه پیدا بکنه و آغازش الحمدلله در حقیقت نمایش از همدلی، همفکری، عزت و سربلندی بود و نکات را به عنوان این که بحث روز می دانیم و نکات عامل بیداری و هوشیاری می دانیم به اینها می پردازیم. اولا عید به معنای بازگشت است. وقتی برنامه های بزرگ در جامعه اسلامی اینها برگزار می شود، مثل مراسم حج، مثل نماز جمعه، مثل روز عید که تجلیل می شود، در واقع ما را بر می گردانه به اون فطرت اولیمان، به اون پاکی و در واقع بیریایی و یکرنگی که در فطرت انسان ها هست. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. لذا آقا امیرالمومنین بحث عید وقتی مطرح میکنه میفرماید عید اون برنامه است که ما انسان ها را از آلودگی ها، از در واقع تاریکی ها، از شائبه ها بر میگردانه به سمت اون پاکی اولی، مثل لحظاتی که از مادر متولد شدیم. حاجر هم که میبرن میگن حج برو برگرد، میگن مثل طفلیست که از مادر متولد شده. زیارت هم در واقع نتیجهش امینه. عید ماه رمضان، عید فطر، عید اضحی، در واقع باید یک برنامه ای باشه که ما را برگردانده باشه از همه گرفتاری ها به سمت اون پاکی و نجابت و اون در واقع طهارت. به همین دلیل است که در یکی از صحبت ها امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام عبارت اینه: فی بعض الاعیاد، در یکی از عیدها فرمود انما هو عید، این عید مال کسیه که قبل الله صیامه و شکر قیامه. مال کسی است که خدا روزش قبول کرده، تلاشهاش پذیرفته و برنامه هاش در مقابل شیطان تأیید کرده. اگر انسان ماه رمضان پشت سر بگذاره، تحول درش ایجاد نشده باشه، بازگشتی به معنای واقعی نصیبش نشده باشه، این بی جهت به این فکر است که در مراسم عید شرکت کرده. اونه که صاحب عید است کسی است که در مسیر حرکت کرده، باعث تحول در زندگیش میشه. این روزهای عید نتیجه اون پیروزی است و ادامه این پیروزی که بتواند در طول سال گناه نکنه، این در واقع عید است. به همین دلیل بیان حضرت نماینگر این است که عید یک برنامه است در ادامه ماه رمضان و ادامهش هم در طول سال و روزهای بعد. حضرت صادق علیه الصلاه و السلام به این مطلب اشاره دارند. دومین قضیه‌ای که در عید ما دنبالش هستیم و نکته مهم است، پرداخت زکات فطره است. خب الحمدلله همه روزداران عزیز یقین دارم طبق برنامه بعد از افطار در اولین ساعات روز عید سعید فطر فطریه شان یا پرداخت کردن یا کنار گذاشتن برای این که به مستحق پرداخت کنن. امام صادق فرمودن این من تمام الصوم اعطاء الزکات. فرمود یکی از چیزایی که روزه را تمام میکنه پرداخت زکات است. بعد حضرت فرمودن یعنی الفطره، مراد زکات فطره است. ادامه دادن همون گونه که درود بر پیامبر، صلوات بر پیامبر،
باعث تمامی و در واقع قبولی نماز می شود، زکات فطره هم باعث تمام شدن و کامل شدن روزه است. لأنه من صام ولم يؤد الزکات فلا صوم له. کسی که روزه بگیره زکات فطرش پرداخت نکنه در واقع روزه نگرفته. اگر عمدن این زکات رو پرداخت نکنه گویا روزش ناقص است. چند نکته خدمت شما عرض میشه که در رابطه با زکات فطره عرض بکنم. با نیت عبادت باید پرداخت شود، یعنی درسته مبلغ کمی است اما باید به قصد تقرب به خدا انجام شود. این یک نکته. نکته دوم اینه که حالا که زنده ایم، امکانات مادی داریم، بیاییم از امکانات مادی من برای نزدیک شدن به خدا استفاده بکنیم. همین امکاناتی که خب چند روز دست ما هست ممکنم بعدش نباشه. انسان‌های زرنگ مدیر، انسان‌های خلاصه با تدبیر میتوانند برای رسیدن به معنویات از اینا استفاده کنن. یه دعای حضرت سجاد دارم در نجر در صحیفه، دعای ادای دین کوتاهه. اون وقت آدم دقت میکنه حضرت چقدر استفاده از مال را در اونجا قشنگ برنامه ریزی میکنه. میگه خدایا اگر مال گیری من آمد باعث تکبر من نشه، اگرم مال از دست من رفت این مال که رفتنی است این تبدیل بشه به یک به اصطلاح جایگاه معنوی در فردای قیامت در پیشگاهی تو. علی کل حال این پرداخت زکات فطره ما را تربیت میکنه برای استفاده درست از امکانات مادی. مسئله دیگر، عید فطر جشن تولد فطرت، همون نکته ای را که در خطبه اول خیلی کوتاه عرض کردم، رنگ ها، آلودگی ها، رابطه هایی که ما در طول سال با دیگرها برقرار میکنیم گاهی اون فطرت اولی ما را آسیب میرسانه. اما مبارزه با شیطان، با هوای نفس، با آلودگی ها در ماه مبارک رمضان ما را به یک خلاصه فطرت جدید که همون فطرت اولی ما است دعوت میکنه و جشن پیروزی که ما در ماه مبارک رمضان و عید فطر میگیریم در واقع ما را به سمت اون فطرت اولی میکشانه. انما هو عید لمن قبل الله صیامه و شکر قیامه. و با گناه نکردن در هر روز ما به سمت فطرتمان برمیگردیم و در واقع عید فطر عید شکرگزاری است. ما از ظلمت که در زندگی ما با گناه پیدا شده خیلی از حقیقت ها را نمی بینیم، با برگزاری مراسم عید چراغ را روشن می کنیم و نوری را در واقع دنبال می کنیم و از او استفاده می کنیم که نتیجه یک ماه برنامه این نورانیت و شکرگزاری است و توفیق عبادت و بندگی. عید فطر عید معنویت است، عید پیروزی در مقابل اهریمن نفس است، عید پاداش است، عید بشارت به آمرزش و مغفرت است. چه صحنه بزرگ و صحنه حساس و قلب انسان، باطن انسان در واقع حس میکنه که در چنین روز چقدر عنایت میشه. هر چی را که خدا در طول ماه رمضان عنایت کرده در شب عید فطر به اون اندازه عنایت میکنه. پس روز بسیار ارزشمند است و یکی از برکات این روز شوق دیدار است. در اجتماع عظیمی که برای نماز عید فطر برگزار میشه و حقیقتا انسان این عظمت را در نمازهای عید متوجه میشه
یک عزیز در این جمع حضور نداره و اون طاووس بهشتیان است. این جمله ایره که همیشه میگوییم عزیز علی ان ار الخلق ولا ترا، بر من سخت است دیگران را ببینم ترا نبینم. در نماز عید بیشتر خودش نشان میده چقدر زیباست روزی که آقای ما ظهور بکنه. و این همه انسان که سالیان منتظر دیدنش بودن در نماز او شرکت کنند. تأم الملأ و انت تأم الملأ، او امامت همه مردم را به عهده داشته باشه. این شوق دیدار در عیدها بیشتر خودش نشان میده. امیدوارم که این دوری و این هجرت و این خلاصه حرمان و این دلشکستگی ها با دعاهایی که در عید و در مراسم های از این قبیل داریم این فاصله ها را تبدیل به رابطه بکنه. و از همه مهمتر عید فطر تقویت وحدت امت اسلامی. روز عید روز پیوند و همدلی مسلمانان است، روز شادی، اجتماع و همیاری مسلمین است. خوشحالم که امسال الحمدلله با تدبیر و با خلاصه همفکری و مدیریت بهتر در یک روز جهان اسلام عید سعید فطر را برگزار کردند. و این شدنی است. فقط احترام به باورهای ماندگار، احترام به دقتها، احترام به اندیشه ها میتواند این مسائل را در سطح جهان اسلام مدیریت کنه. نباید عجله کرد، نباید سبک و در واقع بی برنامه حرکت کرد. ما در کلمات نورانی ائمه معصومین من داریم، امام سجاد فرمود اللهم انا نتوب الی فی یوم فطرنا الذی جعلته للمؤمنین عیدا و سرورا و لأهل ملتک مجمعا و محتشدا. یک درخشش است وقتی میلیون ها مسلمان یک روز عید میکنن، در یک جا تجمع میکنن. این لرزه است بر اندام کفر، این جلوه است از عظمت اسلام. مسئله مهم و اساسی به عنوان آخرین نکته عید، عید مخصوصا عید فطر نماد از پیوند سیاست و دیانت است. در طول تاریخ روز عید روز مهم و روز منشأ تحول است و تحول آفرین است. رهبران سیاسی می توانند با درایت، با آینده نگری از این حرکت بزرگ استفاده ها کنند. امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و سنا در اون سال که در خراسان آمد، با این که ولی عهد بود که در امور دخالت نمی کرد، از نماز عید بسیار استفاده کرد. علما هستند، وقتی مأمون به حضرت گفت نماز عید بخوان، حضرت قبول نکرد. بعد اصرار که کرد بود، حضرت فرمود میخوانم اما به شکل که جدم رسول الله اقامه میکرد. گفت بشه شما هر رقم که میخوای بخوان. وقتی آقا نماز برنامه ریزی کرد، نیمه را متوجه شد و اجازه نداد نماز را آقا اقامه بکنه. امروز متاسفانه از این سنگرهای بزرگ، از این ظرفیت کلان کمتر استفاده می شود. امیدوارم که
انشاءالله مثل امسال جامعه اسلامی از این ظرفیت خوب استفاده بکنن و این نماز با شکوه میتواند تبدیل شود به یک خلاصه جریان که شعار اسلامی را به گوش همه مردم دنیا برساند و این مراسم معنوی تبدیل شود به یک حرکت عظیم و یک در واقع حرکت که جامعه اسلامی را به سمت وحدت حقیقی و بزرگ و حرکت کلان و سرنوشت ساز حرکت بدهد. آخرین نکته ای را که عرض می کنم مسئله مربوط به کشورمان افغانستان است. خب بعد از نزدیک 3 سال از آمدن امارت اسلامی و در واقع مستقر شدن امارت اسلامی در افغانستان، هیچ یکی از کشورهای منطقه و جهان حاضر نشدند امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند. این مسئله از مسائل است که باید به اون نگاهی کنیم و توجهی بکنیم، هم مسئولین و هم مردم چه دلیل داره. نکته ای را که عرض میکنم، خب دیگرا وقتی این مسئله را مطرح میکنن، مسئله داعش، مسئله القاعده و گروه های تروریستی را برای کشورهای خودشان به عنوان یک خطر مطرح میکنن، چون افغانستان را در واقع معمنی برای این موضوعات میدانن، در قالب طرح‌های متفاوت نظریات خودشان را مطرح میکنن. معلوم میشه که سیاست واحدی وجود نداره، همه اینا دنبال منافع هم. گاهی این مسائل مطرح میکنن، گاهی از صحبتها و مذاکراتشان استفاده میشود که دنبال منافع خودشان هستن. من معتقدم امروز کشور ما امارت اسلامی، شخصیت ها و مسئولین باید با یک مدیریت بالاتر و دقیقتر همه این جریان ها را مدیریت کنند. نکته ای که عرض می کنم نکته ایست لازم و ضروری برای حرکت اجتماعی ما. من یک جریان عرض می کنم و نکته دوم خاتمه صحبتم باشه. شما ببینین آقای کابلوف نماینده روسیه در صحبت در ارتباط با ایجاد رابطه و عدم ایجاد رابطه با امارت اسلامی دوگانه صحبت میکنه. دیدگاه اولش این است، میگوید طالبان و دیگر گروه های سیاسی درون افغانستان، کشورهای پیرامون افغانستان یعنی همسایه های ما، دارندگان سود مشترک در برقراری امنیت و آسایش دارای نقطه مشترک هستند. میگه افغانستان، کشورهای همسایه، اونایی که بالاخره اینجا منافع دارن، ولی به تناسب راه به دست آوردن امنیت میان کشورهای همسو اختلاف پدیدار گردیده. حالا چه رقم این منافع تامین بشه؟ میگه ما اینجا اختلاف داریم. پس معلومه هر کس دنبال امنیت و منافع خودشه. در نگاه دیگر بدبینانه نگاه میکنه، میگه روسیه باید رای درست را انتخاب کند، چرا که امکان هیچ گونه تفاهم رابردی با گروه طالبان وجود ندارد و گروه طالبان لشکر نیابتی آمریکا در منطقه است. یعنی در دیدگاهاش دنبال منافع خودشه. در این حرکت پیچیده بازیگران این میدانها دنبال منافع خودشان هستند. مهم این است که مسئولین کشور ما،
شخصیت ها با منافع افغانستان، با روشنگری، با ایجاد اعتماد که بین ملت و دولت هست، همه ای صحنه ها را مدیریت کنند. باید بگم که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ما باید منافع کشور ما را دنبال بکنیم و اینا شده نیست. مسئله مهمی را که باید بدانیم، فضای ابراز نظر و مشارکت را در عرصه های اجتماعی و فرهنگی برای مردم باید فراهم کنیم. اینها می تواند عامل حمایت و پایداری و ماندگاری حکومت ها و تأمین منافع کلان کشورها و مردم و ملت ها خواهد بود. خدایا همه ما را در عرصه های بزرگ اجتماعی با حرکت های حساب شده و قدم های استوار یاری بفرما. فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان برسان. خدایا ایام عید را با برکات بیشتر برای همه مسلمین، مخصوصا جامعه افغانستان قرار بده. عزیزانی که با حضورشان در همه عرصه ها در نماز جمعه باورها و عقاید ما را یاری میکنند، این سنگر بیداری و هوشیاری را مستحکم میکنند. اجر دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.